17 روز بهمن ماه مطابق با 6 فوریه، روز مبارزه با ختنه زنان. از سوی سازمان ملل متحد این روز به عنوان روز مبارزه با ختنه زنان یا قطع عضو زنان اعلام شده. روز استحکام خانواده، این روز در تقویم های ایران به عنوان روز استحکام خانواده نامگذاری شده. سال 516 خورشیدی برابر با 1138 میلادی، در گذشت خرقی مروزی، ریاضیدان، تاریخ نگار و جغرافیدان ایرانی. سال 1229 خورشیدی برابر با 1851 میلادی، انتشار نخستین روزنامه فارسی زبان ایرانی که در ابتدا اخبار دارالخلافه نام داشت و از شماره دوم به وقایع اتفاقی تغییر نام داد و در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم وقت ایران، مدیریت و سردبیری این روزنامه بر عهده حاج میرزا تذکرچی و اخبار آن تحت نظارت مستقیم امیرکبیر گردآوری می شد. سال 1256 خورشیدی برابر با 1878 میلادی، سال روز انتشار نخستین نشریه دانشگاهی که در دانشگاه آمریکایی ییل به نام ییل نیوز منتشر شد و از آن پس تا امروز سایر دانشگاه‌های جهان به اقتباس از آن دست به انتشار نشریات دانشگاهی زدند. سال 1286 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، اولین قانون مطبوعات در ایران به تصویب رسید. مطابق این قانون هر کس می‌خواست مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده چاپ کند یا مطبوعات را بفروشد باید اول عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی متعهد می شد. سال 1289 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، زادروز رونالد ریگان، 40مین رئیس جمهور آمریکا که به نوعی یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای این کشور نیز به شمار می آید، چرا که وی در حالی کاخ سفید را ترک کرد که 2/3 مردم آمریکا از عملکرد وی راضی بودند. سال 1296 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، در انگلستان به زنان حق رأی و شرکت در انتخابات داده شد، مشروط بر اینکه در سنین بالای 30 بوده باشند. سال 1300 خورشیدی برابر با 1922 میلادی، کنفرانس محدود کردن تسلیحات بین المللی در واشنگتن به پایان رسید و بر اساس این قرارداد که به امضای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن رسید، استفاده از هر گونه گاز سمی و شیمیایی کشنده یا بی‌حس کننده در جنگ ها ممنوع شد. سال 1302 خورشیدی برابر با 1924 میلادی، زادروز جین یانگ، روزنامه نگار و داستان نویس معاصر چینی که 15 داستان او به زبان چینی جمعاً 100 میلیون نسخه در مناطق چینی زبان جهان فروش داشته.